شما هم هستی؟ دلم میخواست یه ذره راجع به یوگا حرف بزنم و بهتون انگیزه بدم که اگه توی فکرتونه و دلتون میخواد که شروع کنید ولی هنوز نکردین، شروع کنید. چون من خودم اینجوریم که هر چیز جدیدیو که بخوام شروع کنم انقدر هی لف میدم یا میترسم که آخر سر دیر شروع میکنم. همیشه یوگا هم دقیقا همین جوری بود، یعنی بکنم یه سال خورده‌ای دو سال دارم میخواست برم ولی نمیرفتم. مثلا کلن شانسی این سبک آشتانگا رو شروع کردم بخاطر اینکه تنها کلاسی که ساعت 6 صبح بود فقط این سبک بود و منم آدم صبح زودیم، واسه همین این سبک رو انتخاب کردم و خیلی شانسی شد کلن. ولی الان خیلی راضیم که این سبک رو رفتم و خوشحالم. اگه یه جای شانس آورده باشم اینجا. دلیلی که میخواستم برم یوگا این بود که اصلا ندارم میخواست مثلا هیکلم خوب بشه، ندارم میخواست وزن کم کنم، از اینجور چیزا دارم نمیخواست. فقط صرفا شنیده بودم که یوگا حال آدم رو خوب میکنه و تصوری که از یوگا داشتم این بود که مثلا یه چیز راحت اینجوری آسون، مثلا میری مثلا دستتو میکشی و کلن تصورم غلط بود. خاطر اینکه وقتی رفتم و خب بدن منم خیلی خشک بود و هنوزم هست، بعد اینجوری بودم که وای چقدر سخت. اولش که میخوای شروع کنی به خاطر اینکه مخصوصا اگه بدن تو خشک باشه مثل من، مثل تنه درخت باشین، سخته. بعضی موقع تو خونه که تمرین میکردم واقعا گریم میگرم، یعنی اینجوری بودم که این چه عذابیه که من دارم به خودم میدم. مثلا اینجوری بودم که کافیه دیگه، ادامهش نمیدم. البته فکر کنم میشه پشیمونت میکردم تا اینکه بهتون انگیزه بدم، ولی نه بذارین میگم. اینجوریه که به نظرم به آدم یه حس قدرتی میده که تو خوشت میاد، یعنی دوستش داری. مثلا یه تمرینی و مثلا وقتی مربیت انجام میده تو اینجوریه که من عمرن بتونم اینو برم، ولی مثلا تمرین میکنی بعد یهو یه روزی میبینی که مثلا تونست، انگار که مثلا اون غیر ممکنه رو واسه خودت ممکن کردی و این خیلی باحاله، حس خوبی بهت میده، حس همون قدرته، حس جادویی باهایی که نمیدونم چجوری باید توصیفش کنم. حالا چه هم دیگه، شما یه چیز خوب به من بگو که به راحتی و آسونی و بدون سختی به دست بیارم. ببریم بله، میخوام مثل این کتاب های زرد حرف بزنم ولی متاسفانه هر چیز خوبی توی این دنیا به دست آوردنش سخته. همین من چند وقتی که دارم با موهام کنار میام، چند وقت که یه سال و خورده‌ای فکر کنم هست که خیلی دیگه به ندرت موهام رو صاف میکنم، خیلی کم. بعد دیگه یکم از این ویدیوهایی که برای موی فر و اینا هست دیدم، یه عالمه نگاه کردم از اونا و خیلی روش های مختلفی رو امتحان کردم تا به یه چیزی که میتونم انجامش بدم و یه ذره
جواب میده برسم. بعد از این ماسکای مخصوص موی فر گرفتم، برسو اینجوری میپیچونم، بعد رو میکنم، بعد چند بار اینجوری میکنم تا یه ذره حالت بگیره. من فکر کنم که کلن یک یا دو بار تنهایی رفتم کافه و الان دوباره یه چند وقته که به سرم زده که امتحان کنم این کار رو و بهش عادت کنم. یعنی بدون که بعضی موقع توی خونه کتاب بخونم، کتابم بردارم ببرم با خودم توی کافه بشینم یه ساعت کتاب بخونم بعد برگردم. خیلی برای من سخت تنهایی بیرون رفتم و دوست دارم که یه ذره بهش عادت کنم. آرایش کردن فقط قسمت ریمل زدن شو دوست دارم، ریمل و سایه. انجام دادم و دیدم که آدم های زیادی مثل من هستن اینجا. بله